اگر خداوند نمیخواست انقلاب پیروز نمیشد، اگر خداوند نمیخواست این جنگ به نفع ما تمام نمیشد. اراده خداست، اراده تکوین خدا هم تخلف پذیر نیست. من تا خود وسط اینه که ما خودمون رو نشون بدیم که کی برای خدا آمده، کی برای کاسبی آمده، کی برای مقام آمده، کی برای صندلی و پست آمده، کی برای نام و نان آمده. که امتحان است. ولا نبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبار کن. باید حواسمون جمع باشه که آره تو خاکی نریم. بنده عبدالنبی شوهر نمازی متولد بوشه نسل جوان حوزه نجف جز اولین گروهی بودیم که به امام پیوستیم. خب اینا قاعدتا گزارشاش منعکس شده بود دیگه، سازمان امنیت و وزارت امور خارجه و شهربانی. ما هر چی رفتیم که ویزا به ما بدن برگشته به نجف ندادن. تو فصول تبلیغاتی مثل ماه محرم، مثل ماه مبارک رمضان که حوزه تعطیل میشه و طلاب و آز میرن بیرون برای تبلیغ، ما میرفتیم شیراز. شیراز و پاتوق تبلیغاتیمون کرده بودیم برای منبر و سخنرانی. سال فکر میکنم 50-51 بود دیگه به ما اخطار دادن از شهربانی که شما مجاز نیستید سخنرانی کنید. فکر میکنم سال 52 بود که ما رو دستگیر کردن. انقلاب که پیروز شد، امام مستقر شدن، همین صفاییه دیگه. خب دیگه روزا دوستان اونجا جمع می شدن، آیت الله مؤمن بود، آیت الله طاهره خرم‌آبادی بود، دوستان دیگه بودن، هر کسی هر کاری، چون هنوز هیچی شکل نگرفته بود و خیلی اوضاع کشور در هم بود. ما یه روز رفتیم ستاد دفتر امام تو همون میدان آستانه، آی شهری، آی طاهری، یه عده از کارگرای سیمان فارس. گفتن آقا این کمونیست ها ریختن تو کارخونه و وضع کارخونه رو میخوان به هم بریزن، تولید رو بیارن پایین. ایجاد اختلاف میکردن کمونیست ها بین قشر کارگر و کارمند و مهندس و درخواستشون از دفتر امامین بود که شما یه نفر رو بفرستید که بیاد اونجا. اینا چون من سابقه شیراز رو داشتم، اونجا منبر و مسجد داشتیم، کارگر آمدن پیش ما گفتن شما بیاید. گفتم اگه امام دفتر امام بگن من حرف ندارم. دیگه برای ما یه ابلاغ نوشتن که بریم در کارخانه مستقر بشیم و دفتر امام رو اونجا تأسیس کنیم. و رفتیم و زهرا نماز جماعت میخوندیم، کارگر رو جمع میکردیم، براشون صحبت میکردیم، نصیحت میکردیم، مهندسین کارخونه، رؤسای کارخونه، و بین اینا یه رفاقت ایجاد کردیم و کم کم آرام شد فضای سیاسی و تولید کارخونه هم رفت بالا. شورای عالی قضای اون موقع در قم بودن، آقای منتظری بود، آقای مشکینی بود، آقای ملکوتی بودن، و این دوستان متوجه شدن که ما داریم میریم سر و پل ذهاب، یه ابلاغ قضایی برای ما نوشتن. دادگاه انقلاب اونجا تأسیس کردیم، پل ذهاب. شرایط سختی هم بود، شرایطی بود که از ساعت 3 بعد از ظهر دیگه کسی نمیتونست از کرمانشاه بیاد قصر شیرین و سر پل ذهاب. من چند تا کلمه میگم، شما اگه لطف بفرمایید خیلی جوابای کوتاه، حتی یک کلمه ای هرچی که به ذهنتون میاد بفرمایید ممنون میشم. حوزه علمیه، حوزه علمیه علت محدثه انقلابه، علت محدثه علت مبقی هم هست. یعنی اگر این انقلاب بخواهد بماند و
به همه اهدافش دسترسی پیدا کند، یک راه بیشتر نداره و اون این است که حوزه دائما حامی نظام و انقلاب باشه. 40 سالگی انقلاب، اقتدار اسلام، امام روح الله، بنیانگذار نظام اسلامی، شهدای مهراب، تقویت کننده شجره طیبه نهضت، رهبر معظم انقلاب، تنها توانمند ادامه راه امام، طلاب جوان، حوزه و جوانها و نسل انقلاب، اینها باید ثابت قدم، راسخ، قدرتمند و مقتدر در این صحنه باشند تا بتونن پیام انقلاب رو به دنیا صادر کنن، که شده الحمدلله این کار. هم نسل اول هم نسل فعلی یه مشترکاتی دارن یه مفارقاتی دارن. مشترکاتشون همون پیروی از خط امام و تبعیت از ولایت و اینا مشترکات بین هر دو قش. ما به تفاوتشون این است که خب اونها امام رو درک کردن، جنگ رو درک کردن و این نسل انقلابی فعلی امام رو ندیدن، جنگ رو هم ندیدن و هرچی رو که درک کردن با اون صفا و وفای باطنیشون بوده، همیشه اینطور بوده. یه عده‌ای با صلابت بودن و انقلابی 100% بودن، یه عده 50%، یه عده 30%، یه عده 10% و در مقابله با نوسانات و با ناگواری ها و مفاسد هم درصد ها متفاوته. مسئولان باید قدر مردم رو بدانن. مردم ما مردم نجیبی هن. مردم متعبدی هستن نسبت به اسلام و ارزش ها و انقلاب ما یک نعمت الهی است. تو این وانفس هایی که دنیا رو گرفته یه نقطه تو دنیا موحدن و اون جمهوری اسلامی است با اون شعاعی که تو دنیا ایجاد کرده، چون شعاع انقلاب ما رفته بیرون الان صادر شده در اروپا در آمریکا. ان شاء الله موفق باشید.